أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. محور اصلی سوره مبارکه شورا تبیین وحی بود که آغاز این از وحی شروع شد. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. در اثناء این سوره هم بخشای فراوانی درباره وحی بود. آیه 17 هم این بود که الله الذي انزل الكتاب بالحق بالميزان. بعد از جریان ولایت که مودت اهل بیت علیهم السلام اجر رسالت شد، برخی ها درباره خصوص این مطلب یا کل جریان وحی تهمت افترا زدن که گفتن ذات اقدس اله این حرفا را معاذ الله نگفته، پیامبر افترا بسته. پیامبر را گاهی به عنوان شاعر، ساحر، کاهن و مانند آن معاذ الله مطرح میکردن. در قرآن کریم راجع به افترا دو پاسخ دارد. یکی اینکه این کتاب کتاب افترایی نیست. ما کان حدیثن یفترا، افترا به دروغ اینه که انسان بدلی جعل کند، یک حرف بدلی که مال این شخص نیست به این شخص اسناد بدن. خدا فرماد قرآن یه همچی کتابی نیست کسی بتونه بدلی جعل کنه، مثل این بیاره بعد بگه این مال خداست. ما کان حدیثن یفترا، مثل این کسی بخواد بدل آفتاب جعل کنه. بله، میتواند یک شیء مصنوعی، یک فرش مصنوعی رو بدلی بسازه یا ببافه، اما یه آفتاب جعلی درست بکنه یعنی چی؟ آفتاب قابل جعل نیست. فرمود ما کان حدیثن یفترا، اصلا قرآن قابل جعل نیست آیاتش. درباره وجود مبارک پیامبر هم که فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پس بنابراین نه فاعل که وجود مبارک حضرت است اهل افتراست و نه قرآن قابل جعل است که کسی یه آیه بوافه به نام خدا نسبت بده، اینجور نیست. خواه در باره جریان مبده در قربا، خواه در جریان اصل وحی. فبود ام یقولون افترا علی الله کذبن، این کذبن مفعول مطلق است برای افترا، منتها از ماده اون فعل نیست، مثل قعد تو جلوسن که مفعول مطلق نوعی است، تکرار همون فعل است، منتها مادهش با ماده فعل فرق میکند. این کذب مادهش با ماده افترا فرق میکند ولی مفعول مطلق افتراست. ام یقولون افترا علی الله کذبا، پس بنابراین هم از در مبدأ فاعلی هم از در مبدأ فعلی این سخن اونها باطل است، چه درباره مبدأ در قربا باشد که بعضی از روایات اون که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شد درباره خصوص مبدأ قربا است یا درباره کل آیه. بعد فرمود فإن یشأ الله یختم علی قلبک، اصلا ذات اقدس اله اجازه نمیدهد که کسی به نام قرآن چیزی رو جلب کند، به نام خدا اسناد بدهد. در سوره مبارکه حاقه مشابه این مطلب آمده است. آیه 40 سوره حاقه این است: انه لقول رسول کریم، جلبت حرف ما رو او میگوید. رسول به ما انه رسول حرفی جز حرف مرسل ندارد. یه وقتی میگوییم این سخن را فلون پیامبر گفت، وصف پیامبر نمیبریم، اسم او رو میبریم، بگیم ابراهیم یا موسی یا عیسی علیه السلام رو گفتن. یا
یه وقتی میگیم رسول خدا، رسول به معنی رسول جز حرف مرسل حرف دیگری ندارد. انه لقول رسول کریم، لذا با اینکه قرآن کلام الله است فمود قول رسول است نه قول حضرت پیامبر. رسول به معنی رسول خب حرف مرسل میزند. یه وقتی میگیم این حرف ابراهیم است و میشه حدیث دیگه، قرآن نیست. یه وقتی میگیم حرف موساست میشه حدیث، قرآن نیست. یه وقتی میگیم حرف عیساست این میشه حدیث، قرآن نیست، گرچه اونها هم ریشه وحیانی دارد. اما اگر گفتیم این قول رسول است، خب رسول به معنی رسول حرف مرسل میزند دیگه، حرف دیگری رو. انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعرن، شاعرانه نیست این، قلیلا ما تؤمنون، ولا بقول کاهن، قلیلا ما تذکرون. نه، تعبیر رسول به معنی رسول که گفته شد یعنی میشه قرآن. اما میگه وجود باری پیامبر فرمود، از پیامبر نقل میکنیم، از امیرالمؤمنین نقل میکنیم، اینها مجازن که این مطلب را بگوین، نه اینکه این الفاظ معجزه باشد. یه وقت هست که مطلب با لفظ معجزه ای وارد می شود میشه قرآن، یه وقت هست مطلب با لفظ غیر اعجازی وارد می شود میشه حدیث قدسی، یه وقتی خود مطلب القا می شود میشه روایت های معمولی. این روایاتی که در جوامع روایی ماست که اهل بفهمودن، اینا هم وحی دیگه، اینا که حرف خودشون نیست. منطقه اصل مطلب این است، انتخاب لفظ به وسیله خود معصوم سلام الله علیه است که با حدیث قدسی فرق میکنه. خب ولا بقول کاهل قلیل ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. اگر معاذ الله او چیزی به نام ما افترا ببندد، ما رگ حیاتو رو قصد میکنیم، قدرتش هم میگیریم. برخی ها خواستن بگوین به این که این یشاء الله یختم علی قلبک شبیه اونه، ولی شاید مراد این باشد که اگر او بخواهد افترا ببندد، ما راه وحی رو قطع میکنیم. وقتی راه وحی رو قطع کردیم، او چی رو میتونه این حرفا رو به ما اسناد بده؟ فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. بعد فرمود به این که هر گونه باطلی را ذات اقدس الله به عنوان فعل مضارع که مفید استمرار است عطف میکند. يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، یعنی اِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ و یحق الحق به کلماته. اگر الفاظ و کلمات باطل گفتن، قرآن کریم با کلمات خودش اینا رو از بین میبره. اگر افعال باطل داشتن، با کلمات تکوینی از بین میبره. عالم جا برای باطل نیست. البته یه چند روزی ممکنه باطل جولان داشته باشد، ولی این فرمود ما این نظام با حق آوردیم. بارها این آیات گفته شد به این که فرمود ما خلقنا السماء والارض که باطلا یا الا بالحق، یعنی اگر از قرآن سوال بکنید که شما آسمان و زمین رو با کدوم مصالح ساختید، اگر از یه مهندس سوال بکنن شما این بنا رو این مسجد رو با چی ساختید، این از اون مصالح اولیه خبر میدهد. از قرآن بپرسیم که این نظام سپهری با کدوم مصالح ساخته شد، میگه با حق ساخته شد. لذا باطل را نمیپذیرد. ما بینهما الا بالحق، یا باطلا، یا ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم، این نظام بازیچ نیست، نظام باطل نیست، اینا قضایای سلبی است که به اون قضیه موجه برمیگرده. یعنی مساله ساختمانی عالم حقه، همونطوری که انسان با حق و صحیح آفریده شد، یه مختصر غذای سمی اگر وارد معده انسان بشه بالا میاره، ولی اینکه دستگاه غذای آلوده رو قبول نمیکنه. یه وقت از یه تنگ خارید شما چه سم بریزید چه عسل بریزید نگه میداره، اما دستگاه بدن این باطل را بد را قبول نمیکنه، بالا میاره.
فطرتم همینطوره، جهانم همینطوره. اگر یک کار باطلی را انسان در جهان انجام بده بالا میاره، یعنی خود اون شخص را از بین میبره، کارش را از بین میبره، اون چه میمونه حقه. کل جهان خیلی است در هر پاراگراف تاریخی و عاقبت للمتقین، نه و عاقبت للمتقین یعنی در بهشت، اون یک گوشه از جریانه. تو هر صحنه در هر بازی و عاقبت للمتقین، در هر پاراگراف تاریخی، در هر حکومتی، در هر جریانی، اون که برنده است تقواست. و عاقبت للمتقین نه یعنی همه دنیا که برچیده شد به قیامت رسیدیم اهل تقوا وارد برند، اون یک گوشه است در هر صحنه ای. چون شما تاریخ ها رو ورق میزنید از زمان آدم تا زمانی کنونی، در هر داستانی بالاخره حق پیروز است. این طور نیست که حق شکست بخوره. در اینجا فرمود به صورت فعل مضارع یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، یعنی یمحو الله الباطل، این به نحو تنازم اهل واسطه است بر هر دو. یمحو الله الباطل به کلماته، یحق الحق به کلماته. اگر حرفهای باطل گفته شد، خدا با حرفهای حق اونا را از بین میبره. اگر کارهای باطل انجام شد، با کلمات تکوینی از بین بره. چون که از عیسی مسیح به عنوان کلمه یاد کرده است. اینا کلمه تو زیارت نوران جامع کبیر از اهل بیت به عنوان کلمات تامات یاد شده است دیگر. انه علیم به ذات صدور. خب نه ذات اقدس اله از قلبهای شما با خبر است. اون چه که در قلب های شما هم به عنوان دفینه قلبی و راز و رمز قلبی است با خبره. در سه چیز خدا حضور دارد که شما در بخشی از اون حضور دارید. شما در بخشا عادیتون حضور دارید. این تجهر بالقول خدا میداند، شما هم میدونید. برخی از اسرارتون را که خودتون میدونید دیگران نمیدونند، خدا میدونند. راز راز را که در درون درون شما نهفته است و خودتون با خبر نیستید، خدا میداند و شما نمیدونید. این تجهر بالقول فانه یعلم السر. وقتی سر را میداند، جهر را به طریق اولا میداند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، یعنی یعلم الجهر و السر و اخفا. اخفای از سر را که خود شما هم نمیدونید. وقتی ما کالبد شکافی کردیم، درونتون در آوردیم، به شما نشون دادیم، اونگاه میفهمید به این که در درون شما یه همچه فتنه بود. پس بنابراین نه خدا صدور را میداند، ذات و صدور را میداند، یعنی اون اسراری که در سینه هستن و صاحب سینه ان، اونا را میداند. پس بنابراین قبل از اینکه شما به ظاهر بیاورید، خدا میداند، به بساط شبه میداند. منه و یعلیمون به ذات صدور. بعد فرمود راه برای همگان بازه. و هو الذی یقبل توبت عن عباده. گرچه قبول با منم استعمال شده است. وقتی گفتن انما یتقبل الله من المتقین، این اون نکته زائد را ندارد، ولی وقتی با ان ذکر بشود، چون ان مفید تجاوز است، یعنی توبه گاهی ممکنه کمبودی هم داشته باشد. اون توبه علوی که در نهج گفته شده ممکنه به اون صورت نباشد، یه کمبودی هم داشته باشه. قبول اون مقداری صحیح است یک، گذشت و تجاوز از اون مقداری که باید بیاید و نیامده دو، این با کلمه ان ادا میشه. یه وقت بگیم یقبل توبت منهو تقبل منهو یتقبل الله من المتقین، یعنی هر چه داد خدا میگیره. یه وقتی با کلمه ان به کار میرود که مفید تجاوز است، یقبل توبت متجاوزن اما بقیه علیه مما لم یتوب، این یقبل توبتن عباده میشه. این تو بحث سوره مبارکه توبه گذشت که یقبل توبت ان عباده، اونجا این بحث گذشت که اخذ صدقه و قبول ان عبادهی، نه من عبادهی.
بعد و یعفو عن السیئات، خدا خداست دیگه. همون بی توبه هم ما میپذیریم، منتها یقبل توبه و نحوه موجبه کلی است، از هر تائبی خدا قبول میکنه. این یعفو عن السیئات اینا هیچ کدوم سوره موجبه کلی ندارد، جمیع عباد ندارد، اینا همشون فعل جمله است، قضیه مهمل است که به اصطلاح در قوه قضیه جزئی است. سیئات را از کی قبول میکند؟ یا سیئات جمع معلا بر افلام است، اما از کی قبول میکند؟ این لمن یشا. در سوره مبارکه نساء این آیات گذشت که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک نمیآورد. خب شرک حتما توبه میخواد. ان الله لا یغفر ان یشرک به یک قضیه، و یغفر ما دون ذلک، ما دون شرک را، البته بی توبه، چون شرک را هم با توبه قبول میکند. این همه مشرکین صدر اسلام بودند که توبه کردن، سلوان و عبازر شدن دیگر. ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، اما لمن یشا. این به نحو موجب جزئی است، قضیه مهمل است، کی هست، از کی، پدر شهیدی، برادر شهیدی، پدر طیب و روحانی، از کی معلوم نیست. لذا قضیه موجب جزئی است و انسان بین امید و خوف به سر میبرد، شاد قبول میکند، شاد قبول نکند. و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. اما اونی که آمده است که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این مال توبه است، چون بعدش دارد که به اصلمو سیعتی انشاءالله انیب و الیه و اصلمو فتحسله. شرک بی توبه اصلا قبول نمی شود، غیر شرک بی توبه قبول می شود، اما لمن یشا و مشیعتو هم حکیمانه است. با توبه همه گناهان بخشوده می شود که الاسلام یجب و ما قبله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه ها بخشوده می شود با توبه، چون بعدش دارد که و انی و الی ربکم و اسلمو. اینجا هم و یعفو عن السیئات به نحو قضیه موجبه جزئی است، از کی؟ بی توبه البته، چون توبه که در جمله قبل بود، بی توبه خدا راه قبول میکند، ولی بالاخره یه راهی باید باشد که انسان با ذات اقدس را پیمان داشته باشد. قبول توبه را معتزله واجب علی الله میدونن، متاسفانه اشاعره که منکر حسن قوه عقلیان، فخر رازی میگوید که ما میگیم قبول توبه به عهده خداست، میخواد بپذیرد میخواد نپذیرد. ما امامیه میگوییم قبول توبه واجب هست، اما نه اون طوری که معتزله میگوید. ما نمیگیم واجب علی الله هست که یه قانونی بر خدا حاکم باشد، میگیم واجب عن الله هست، یعنی ذات اقدس اله یقیناً این کار را میکند، نه یقیناً باید بکند. چیزی بر خدا حاکم نیست، ما یقین داریم خدا مؤمنان را به جهنم نمی برد، نه اینکه یه قانونی است حاکم بر خدا. این قانونی که حاکم بر خدا باشد باید امر وجودی باشد یک، و کار خدا هم نباشد دو. این عین شرک است که چیزی بیرون از حیطه قدرت الهی باشد و بر خدا حکومت بکند. نه، قانونی است عن الله. فرمود ان الله لا یخلف. بله، ما یقین داریم خدا دروغ نمیگوید، خدا خلف وعده نمی کند، این یقین داریم. اما نه یجب علی الله است، بلکه یجب عن الله است. فرق ما امامیه با معتزله با اشاعره مشخص شد. اشاعره که منکر حسن قوه عقلیان، میگن خدا میخواد بپذیره توبه را، میخواد نپذیره. معتزله میگوید بر خدا واجب است که توبه را قبول بکند. ما میگوییم یقینا خدا توبه را قبول میکند، یجب عن الله است نه یجب علی الله. این بخشا را جناب فخر رازی ذکر کرده که تتمیمش با این وضع بیان شد.
و هو الذی یقبل توبتا عباده و یأخذ الثواب و یعلم ما تفعلون، چه با فعل قلبی چه با فعل قالبی. فرمود این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. ممکن است که در فقه اون نیتهای پلید قبل از ظهور معصیت تلقی نشود، همه به گناه گناه نباشد، اما همونطوری که در بحث‌های تجری به مانند اون مستحضری از خبث سریره حکایت میکند و کیفر معاد دارد. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کفر و کفار اونها حبشونه، اما ایمان و عمل صالح را خدا استجابت میکند. برخی ها خواستن بگوین که مؤمن که عقیده طیب و طاهر دارد و عمل صالح دارد، یعنی حسن فاعل و فعلی هر دو زمین و هم است، اگر دعا بکند خدا دعای او رو مستجاب میکند. و یزیده من فضله بماند. اما تعبیر سیدن استاد این است که خود ایمان خواستن است، خود عمل صالح دعاست. ایمان را خدا اجابت میکند، عمل صالح را اجابت میکند. ما وقتی که مؤمن شدیم، وقتی که عمل صالح داریم انجام میدیم، با خدایمان گفتگو میکنیم، این گفتگو را خدا اجابت میکند. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون چرا که اینا انجام داد گفتم ذات اقدس اله پاسخ مثبت میدهد. گذشته از این و یزیده من فضله، برابر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. در قبال مؤمنان کافرانن که خدا جوابی ندارد، چون اینا دعا و خواسته ای ندارن، از فضل خدا هم محرومن، بلکه عذاب شدید دامنگیر اینا خواهد بود. فتحصل که نه قرآن جعلی و بدلی پذیر است، نه صاحب قرآن، و هر دعایی هم با پاسخ مثبت همراه است. والحمدلله.